سلام به دوستای نازنینم، به کانال ما خوش اومدین. امروز میخوایم یه تحجین مرغ مجلسی رو با تمام نکاتش درست کنیم. لطفا تا انتهای ویدیو همراه من باشین و لایک، سابسکرایب و کامنت فراموش نشه. ممنونم. در ابتدا یک سینه مرغ را به صورت مکعب‌های ریز خرد می‌کنم. خیلی‌ها تحجین را با مرغ آپز درست می‌کنند. بهتره یه بار با این روش امتحان کنید و تفاوتش را ببینید. یه عدد پیاز هم خیلی ریز خرد می‌کنم. داخل ماهیتاب پیاز هم می‌ریزم تا کمی تفت بخوره. بعد از همون ابتدا زردچوبه، فلفل سیاه و نمک رو بهش اضافه میکنم. بهتر نمک به اندازه کافی اضافه کنید که مرغمون کاملا مزه دار بشه. قبل از اینکه پیاز کامل سرخ بشه مرغ رو اضافه میکنم. با حرارت خیلی ملایم حدود 1 ربع تا 20 دقیقه مدام هم میزنم تا پیاز هم به صورت کاراملی در بیاد و مرغم مزه دار بشه. چون مرغمون ریز هستش، در حین سرخ شدن تقریبا پخته میشه، ولی حدود 1 لیوان آب بهش اضافه کنید و با حرارت پایین بزنید تا مرغمون بپزه و آب اون کامل کشیده بشه. در نهایت یک مرغ تمدار شده خوشمزه مثل این داریم. برای آب کش کردن برنج داخل آب برنج به اندازه کافی نمک بریزیم که برنجمون بی نمک نباشه. برنج رو از قبل با نمک کافی خیس کردم. اونو داخل آب میریزم، کف روی اونو جدا میکنم. برنج رو به صورت معمول همیشگی آب کش کنید. اگر خیلی زود برداریم باعث میشه تحجین خشکی داشته باشیم. در نهایت من زرشک رو داخل روغن به مدت 30 ثانیه تفت دادم. نهایت 1 دقیقه. مواظب باشین زرشکتون نسوزه، فقط میخوایم یک رنگ زیبایی بگیره. خب برای مواد تحجین به 1 تخم مرغ کامل و 3 تا زرده تخم مرغ احتیاج داریم. ماست چکیده، ماستی که آبمون حتما باید گرفته شده باشه، بهش اضافه میکنیم و به اندازه کافی زعفران دم کرده. اونا رو کامل با همدیگه ترکیبش میکنیم تا از لختگی در بیاد تخم مرغامون و کاملا یک دست بشه. زعفرانش اصلا نباید کم باشه، چون بعد از اینکه مواد دیگه اضافه میشه رنگ تحجین ما کم رنگ تر میشه. بعد بهش روغن رو اضافه میکنیم. معمولا 1 پیمانه روغن اضافه میکنن، ولی برای اینکه ما داخل مرغ و زرشک هم روغن ریختیم، 1/2 لیوان یا نهایتا 3/4 لیوان اضافه میکنیم. برنجمون نباید خیلی سرد باشه، چون با موادمون ترکیب نمیشه و اگر هم خیلی داغ باشه باعث میشه که ماست و تخم مرغ آب بندازه. بهتره که کامل برم شده باشه. بعد از اینکه مواد با هم دیگه ترکیب کردیم، داخل ظرف یا قالب مورد نظرتون کره یا روغن بریزید. من اونو با کره کامل آغشته کردم. 1/2 مواد رو کف ظرف میریزم و اونو فقط صاف میکنم. اصلا فشردش نکنید، چون این کار باعث میشه لایه های بعدی به لایه اول نچسبه. در حدی که روی اونو صاف کنیم کافی هستش. بعد مرغی که آماده کردیم و روی اون میریزیم. حواستون باشه از دیواره ها حدود 1 تا 2 سانت فاصله داشته باشه. زرشکی هم که سرخ کردیم و روی اون میریزیم. اگر میخواین خیلی مجلسی باشه توی این مرحله میتونین پسته یا خلال بادوم هم اضافه کنید. بقیه برنجم رو روش میریزم. حالا در نهایت فشار 1 دست بهشون وارد میکنم تا تمام لایه ها به هم بچسبه. من قبلا آموزش تحجین داخل فر را دادم، براتون لینکش رو میذارم. این بار داخل قابلمه روی گاز با حرارت خیلی ملایم با مدت 1.5 ساعت قرار میدیم. روشم دم کنیم میذاریم. تحجین خوشمزه ما آماده است. امیدوارم که در کنار خانواده تهیه کنید و از خوردنش لذت ببرید. از اینکه تا انتها همراه من بودین سپاسگزارم.